سلام، سلام به همگی. خوش اومدین. یک روز دیگه و یک لایو دیگه. سیمای عزیز، نجات دهنده من نیستم، نجات دهنده خودتی عزیز دل. این که میگی من نجات دهنده روزهام، همش یه دره، یه درگاهه که حالا به یه موقعی، یه تایمی، یه زمانی رد شدم، دیدم به درد میخوره، گفتم تو هم نگاه کن یا تو هم رد شو. و اون کسی که آماده است اونم با عشق رد میشه. سلام به روی ماه همگی، خوش اومدید به این لایو. من همینجوری که همیشه اول لایو ها میگم، دوست دارم که تا میتونم 4 روز 5 روز در هفته بیام لایو های کوتاه بذارم با موضوعی که مشغله روزمرگیمونه یا توی ذهنمون هست و چیزی که به من کمک کرده رو بتونم با بقیه هم قسمت کنم که یه دری درگاهی بشه برای هممون. لایو های قبلی اگر توی پیجم نمیبینین، توی تلگرام من و توی یوتیوب من همشون هستن، همه اون لایو ها اونجا هستن. تلگرام و یوتیوب من هر دوشون هم از توی لینکی که تو بایو پیجم هست میتونید کلیک کنید و واردش بشید. من معمولا وقتی که میخوام بیام توی لایف که با چه موضوعی صحبت کنم و بهش فکر میکنم، ولی موضوع اون روز معمولا حسی که تو اون روز باهاش دارم زندگی میکنم یا بیشتر توی ذهنمه یا زیستش دارم میکنم تو اون روز، در مورد اون میام بیشتر صحبت میکنم. اگه سوالی هم این پایین دارین بنویسین واسم، حالا چه مربوط، چه ربط داشته باشه به موضوع، چه نداشته باشه، با حال همش آخرش یه چیزه، یه قصده که قصدم عشق. یه چیز ساده، یک موضوع ساده امروز توی لایو هم میخوام بهش یه اشارهی بکنم. اشاره اینی که لنزی که ما بر چشای خودمون داریم و دنیا رو از چه جنبه میبینیم. و این موضوع موضوعی که خیلی سال پیش من متوجه یه چیزی شدم، نگاه من به دنیا و آدم ها و نگاه حالا افرادی که نزدیکم بود دوباره به آدم ها و دنیا، و فهمیدم چقدر من این لنزه و این نگاهه و این فیلتره که از طریقش دارم دنیا رو نگاه میکنم برای من زندگی رو اونجور میکنه که حالا من علاقه دارم بهش و همینجور برای بقیه. یه حرفی توی جمعی زده شد و من چون نیت خودم و همیشه به نیت خودم برمیگردم و به قصد خودم برمیگردم و تمرین هایی که تو این سال ها کردم، مخصوصا هر روز بیشتر از روز قبل میشه، روی اعتماد به نفسم، حرمت نفسم یا عزت نفسم بوده، با همون لنز به دنیا نگاه میکنم. و یه حرفی زده شد و گفتن، بعدن به من اومدن گفتن که این بود که این حرف رو زدن. گفتم خب، گفت میخواست حالا مثلا کوچیکت کنه. گفت آره، میخواست مثلا یه ضربه ای زده باشه. گفتم من اصلا اینجا. گفت آره میدونم تو اصلا نگرفتی، چون تو ازش تشکرم کردی. و من متوجه شدم که لنزی که به دنیا دارم، چون به خودم اعتماد دارم و به دنیا هم اعتماد کردم، به جریان اعتماد کردم، نه که جریان متغیر نیست، جریان باید متغیر بوده و به متغیر بودنش اعتماد دارم که همیشه در حمایت منه، حتی اگه سنگین باشه یا سبک. وقتی که همچی حرفایی زده میشه، همچی نشانه هایی میاد، هنوز به نفع خودم، به فکر خودم، به حس خودم، با اون فرمش میدم و جواب میدم به اون. و حتی کسی که مثلا قصدی داشته که من رو هم لول کنه با حس خودش، در واقع اگه تو اون لحظه هم نگیرمش، که آه منظورش بوده که مثلا مخواسته من رو هم سطح خود، ما هم سطح خود میکنیم با بقیه، یعنی انسمون هر جا هست، اگه حس پایین داریم بقیه رو میخوایم بکشیم بیاریم پایین، اگه حس بالا و عشق داریم میخوایم همه رو همراه خودمون ببریم بالا تو اون عشقه، چون میدونیم چه حسیه، همه رو همیشه هم حس خود میکنیم با حرفامون، با کلاممون، با رفتارمون. اگه من توی اون لحظه اون نیت رو نگیرم، چون نیت من از این توی جمع بودن، توی این زندگی بودن، توی این کنش و واکنش هایی که دارم، نیتم اون قصد عشق است، حتی اون لحظه
مولن نگاه میکنم میگم آه چه کامپلیمنتی، چه داره به من کامپلیمنت میده، داره یه قسمت از وجودی من رو یه لنزی میده روش، یه ذره بینی میذاره روش، در صورتی که شاید نیت اون یه چیز دیگه بوده و بقیه چیز دیگه دریافت کردم. من از اون فرد تو تشکر میکنم و وقتی از اون بیرون مهمونی میام هنوز هستم خوبه، چون از لنزی که به دنیا نگاه میکنم و اون حسی که دارم میخوام از آدم ها بگیرم کامپلیمنت دارم بهم میدن، کامپلیمنت رو دریافت میکنم، اون قسمتی که اون کلام حس خوب بهم میده اون رو دریافت میکنم. و خیلی ها میتونم بیان بگن خب تو این خیلی ابلهی دیگه، خنگی یا ساده یا خری، راحت میگم که این چیزا رو نمیفهمی، نمیفهمی داره اسکلت میکنه. وقتی این حرفا زده میشه یا این قصدای یک نفر دیگه بر من به من گفته میشه که این اسکلت کرده، دیوونه یا ساده ای این چیزا رو میگن، من همیشه به حس خودم، چون حرف اول آخر تمام این لایف هایی که من میرم، تمام دوره های آنلاین ها، مدیتیشن ها، ذهن آگاهی ها، همه و همه و همش اینه که یاد بگیریم هممون جداگونه ما یه خط مستقیم به اصلمون، به منبعمون، به اون نوره، به اون عشق داریم. از طریق بقیه نیست، از طریق خودمه و من به خط مستقیم خودم که شهودمه خودم رو کوک میکنم، اون حس خودم رو کوک میکنم. وقتی که تو این حس هستم و میدونم قصدم عشقه، همه رو با این لنز نگاه میکنم. و اونی که Not now, thank you. و قصدم هم چون عشقه، خودم رو همیشه با اون کوک میکنم و پیکاپ کردن، برداشتن اینی که این منظورش این بود، این از این لحظه این رو به من گفت، این حس پشتش این بود، شروع نمیکنم این حدسا رو بزنم، چون به دردم نمیخوره. یعنی که بدونم قصد اون آدم از این کار این بوده و بعدا حالا شده یک کنش و با کنش دیگه با این فرد داشته باشم، نگاه میکنم به شهودم، چرا من باید اینا حدس بزنم. و یه دریو باز میکنه به کتاب زیبای چهار میساخ، که یکی از میساخ ها هست که Don't make any assumption، یعنی هیچی رو حدس نزنید، حدس نزنید که منظورش این بوده، حدس نزنید که از این لحظه از این حسه گفته از اون، مگر اینکه مستقیم داره اتفاق میفته و متفاوته، مستقیم من بیام به تو توهین کنم، مستقیم بیام بی احترامت کنم. ولی اگه یه کاسه پشت نیم کاسه است، از یه زبون به یه زبون دیگه است، به درمه این دیوار بشنوه است، و یه اسم دیگهش به این اسم میگم پسیف اگرسیف. خیلی چیز جالبیه که خیلی ها تو رابطه ها هستن، نمیرن مستقیم به یه نفر حالا یارشون یه چیزی بگن که من از دست تو ناراحتم به دلیلی که اینجا این کارو کردی و این بی احترامی و یا این بی حرمتی به من شده، میان با خیلی پسیو بودن، یعنی نه چیزی نشده که، نه من نمیدونم، یا رفتارای خیلی پسیو این شکلی، در واقع خشم دارن، اگریسیو هستن، ولی خیلی میخوان با این انرژی که نه با این انرژی نشونش بدن. وقتی که ما داریم سعی میکنیم حدس بزنیم آدم ها پسیو اگریسیو هن، حدس بزنیم آدم ها روی حسادتشون این حرف زدن، حدس بزنیم که آدم ها روی این انرژی ها این صحبت ها رو کردن، داریم خودمون رو دیسکنکت میکنیم، کنکشن ارتباط خودمون رو با اون خط مستقیم قطع میکنیم که از طریق تو بفهمم تو داری چیکار میکنی که من خودم رو کشف کنم. من اگه ثبات دارم روی قصد و عشقی که هستم، ثبات دارم روی منبع و نوری که هستم، این کنش و واکنش وجودی خودم توش ثبات دارم، حتی اون لحظه هم که تو داری با کنایه ثبات میکنی که نمیدونم احساسی کجا هستی، من اون تیکیشو پیک اپ میکنم و ور میدارم که به درد من میخوره. 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت توی جمعی نشستیم داریم حرف میزنیم، میگیم، میخندیم، من اون چیزی رو ور میدارم که به عزت نفس من، حرمت نفس من، احترام من، وجود من، منبع من، عشقی که هستم، پروردگاری هستم، قسمتی از شگفتی که هستم، به اون تازه فید میکنه، به اون تغذیه میکنه.
این حدس و احتمالات ذهن رو چجوری کنترل کنیم؟ هرچی بیشتر به شهود خودت، به این اصل خودت، به عشقی که هستی بیشتر وصل باشی، اصلا نیاز نداره ذهن رو کنترل کنی، در این حس ماندگاری. ما میخوایم از طریق حتی این حرفایی که من الان میزنم، خیلی ها دارم سعی میکنم از طریق ذهن بفهمنش. این از طریق حسه که ماندگاری در ما ایجاد میکنه، حسشه. من اگه بتونم هر روز بشینم توی مدیتیشن و با مدیتیشن به خودم یادآوری کنم که یکی از اصلها، هیچ سورس، منبع تاریکی وجود نداره. هر جا که تاریکی، خلأ نوره. ولی ما منبع، سورسی که نور ازش زاده شه، وجودیت ما ازش زاده شه، منبعشو داریم. پس وقتی که احساس تاریکی، احساس دوری میکنیم، فقط خلأ نوره. اون اتفاق خلأ نوره، در واقع تاریکی نیست. وقتی نور نیست، نور کمتره، هیچ منبعی نداریم، سورسی نداریم که جو تاریکی ازش بیاد بیرون. شاید هم خیلی آدم بازش سوال بشه، پس این همه تاریکی، این همه ظلم، این همه جنگ، اینا چی میشه؟ خلأ نور، خلأ اون عشق است، خلأ نبودشه، دوریشه. اون لحظه ما داریم دوری رو تمرین میکنیم. پس وقتی که میخوایم الان یکی برام نمیشه چجوری اینو کنترلش کنیم، کنترل این نیست، وارد اون نور شده هست، وارد اون نورشیم، غرق در اون نور بودن هست. کار ما اونه. بخوایم موانع رو کنار بزنیم، همونجوری که مولانا، حضرت مولانا میگه عشق هست، ما فقط باید موانع رو کنار بزنیم، نه که بریم عشق رو پیدا کنیم یا به دست بیاریم یا به وجود بیاریم. باید هنر اجازه دادن رو تمرین کنیم، و هنر اجازه دادن هنریه که میتونه موانع رو کنار بزنه. از اون لحظه که اون حرفا زده میشه، اون لحظه چیزایی که سروینگ نیست، خدمت کننده نیست، من اون تیکاهایشو پیک اپ میکنم که به وجود من، به شهود من، به منبع من، به نوری که هستم، اون رو سرف کنه، اون رو خدمت کنه. مثلا نیاز نیست که چیزی رو کنترل کنیم، نیازه که به حسمون بیشتر برگردیم. کتاب چهار میثاق بود که معرفیش کردم، کتاب چهار میثاق بود. بیوشیمیایی وجود ما، ترشحات وجود ما، مغز ما، به یک سری فکرها، به یک سری چیزایی که تو وجود داره عادت میکنه. و ما اگه بخوایم این عادت، این پترن، این الگو رو بشکنیم، چون خیلی همون دوست داریم الگوهامون رو بشکنیم، الگو استراب، الگو استرس، الگو نشخوار فکری، الگو مقایسه، الگو حسادت، اینا رو میخوایم بشکنیم و از اون دیسکانکشن، دوری، سپریشن، دوری از منبع، یکم به منبعمون نزدیک تر شیم، به اون نوره نزدیک تر شیم، به اون عشق نزدیک تر شیم. برای که بتونیم این الگوها رو بشکنیم، الگوهای رفتاری، این بیوشیمیایی که هی داره تو وجودمون ترشح میشه، هی داره فایر اند وایر مغزمونه، موج مغزمونه که همینجور تو داره میاد، با دو حالت ما میتونیم این رو بشکنیمش. یا به این نقطه برسیم که مجبور شیم قرص استفاده کنیم، یا به این درک برسیم که ما یک داروخونه ایم، خود یک داروخونه ایم، به عمقی که درد رو اجازه میدیم که ببینیمش، حسش کنیم، به همون عمق داروخونه وجودمون میگه اینم دواش، اینم دواش، به همون عمق. و تنها حالتی که اگه نخواییم قرص و چیزه یه شکلی استفاده کنیم که بیوشیمیایی مغزمون رو عوض کنه، با مدیتیشن و مایندفولنس و ذهن آگاهیه که میتونیم الگو و پترنامون رو عوض کنیم. و خیلی هم قرار آنکامفتبل بشیم، خیلی قرار ناآرام بشیم، مخصوصا دوره اولش. همه پله، همه شروع کردنای تغییر این پترن ها از ذهن آگاهی میاد، از اینی که این فکر روی سطح اومد، این حس دوری از منبع روی سطح اومده. مثلا حس دوری از منبع چیه؟ که من دوست داشتنی نیستم. حس دوری از منبع چیه؟ که من ارزشمند نیستم.
حس دوری از من، بچه من مفید نیستم، من کافی نیستم، من خوب نیستم، من دیده نمیشم، اینا حسش میدین چرا کرخته، سنگینه، بده، پایینه، همه ایناه بخواد که دوره از اصلمون، از منبعمون، از خلق و خالقی که هستیم، از اون دوره. برای همین حسش سنگینه، برای همین درد داره، برای همین کرختی ایجاد میکنه، برای همین سنگینی میخواد بشینی یه جا، چون دوری اون لحظه داریم تمرین میکنیم. و اگر من ذهن آگاهی کرده باشم یا یاد بگیرم ذهن آگاهی بکنم، میگم آنوشا نرم افزار تو، سیستم تو، این بیوشیمیای بدنت، این شرطی شدگی که به یه سری چیزا عادت داره، یک موضوعی روی صد آورده، موضوعی قدیمی تکراری پترن به در نخور خدمت نکننده دیگه، چون به موقع خودش خدمت کرده، خدمت نکننده دیگه که من مفید نیستم، این دوری از من به. و من اگه ذهن آگاهی تمرین کرده باشم، میگم این حقیقت نیست، این حقیقت نیست که من مفید نیستم. وجود من، انرژی خداوند، جریان، رقص، شگفتی، کانشسنس، داو، الله، چی، هر چی که اسمشو میذارین، به فرم انسان باید، به این فرم تو که داری به این گوش میدی، به این فرم باید حضور پیدا میکرده، به خاطر که نیاز این کانشسنسه، نیاز این هوشه، نیاز این وسعت پیدا کردنه. پس اصل تو میدونسته که باید این شکلی به این فرم حضور پیدا کنه، ولی چون دنیا دنیای تضاده، سیف میشه چشم، دنیا دنیای تضاده، یعنی هم سبکی باید باشه هم سنگینی، این سنگینی توی ما وجود میاد که ما مفید نیستیم، این سنگ حس مخالفش رو حس میکنیم، میگیم آه تضادش اون اصل است، اون تضادش اون حقیقت است، اون تضادش اون منبع است، تضادش اون اصل است، اونی که ازش زاده شدمه، چون سورس ما، سورس وجودی ما، اون چیزی که ازش زاده میشیم نوره، ما سورس اونو داریم، منبع اونو داریم، منبع تاریکی گفتیم نداریم، فقط خلأشه. این تضاده ایجاد میشه که ما وسعت پیدا کنیم. چرا باید تضاد باشه؟ پس چجوری وسعت پیدا کنه هر چیزی؟ چجوری باشیم؟ چجوری باشیم؟ باید دم باشه، بازدم هم باشه، با روز باشه، با شب هم باشه، با سبک باشه، سنگینی هم باشه. ما یاد گرفتیم همه چیز انرژیه دیگه، به این سطح از آگاهی، علم، همه چیز رسیده که همه چیز انرژیه. انرژی هم تو این سبک و سنگینی هست که وسعت پیدا میکنه، right؟ تو این سبک و سنگینی هست. پس وقتی که سنگینی ایجاد میشه، دوری از منبع ایجاد میشه، دوری از اصل ایجاد میشه، اون قسمت تضاد ایجاد میشه، صد تا اسمش گفتم دیگه، یکیش باید کلیک کنه تو وجودمون. وقتی اون ایجاد میشه، اگر بدونیم توی وجودمون که ما خالقیم، که ما یه قسمتی از کرییشنیم، که ما خود خلق و خالقیم، که تمرکز ما خالقه، تمرکز ما خداونده، اگه اون لحظه بدونیم وقتی که سنگینی ایجاد شده، بگه این سنگینی ایجاد شده، این باور غلطه، این کاندیشنینگه، این شرط شدگیه، این چیزی که دیگه به من خدمت نمی کنه، این وارد شده که من اون وره ببینم، که من اون ورشو ببینم، که اون سباکیه رو به سمت سباکیه برم. چجوری باید به سمت سباکیه برم؟ آه، با مدیتیشن کنم، با جورنال کنم، با پیاده روی کنم، با راه برم، با خورشید نگری کنم، با دوست خوب دور خودم جمع کنم، یه چایی برای خودم بریزم، هر چی که باشه، هر جوری که قرار آدم خودشو کوک کنه. دمت گرم میرم. برای من سنگینی ایجاد میشه، معلومه اصلا باید سنگینی ایجاد بشه. نگاه من با سنگینی و سبکی یک نگاه جدیده برای من. قبلا سنگینی ایجاد میشد، خودم حرفی زدم، نشخار فکری میکردم، تو همون بادی جوابشو میدادم، این نمیدونم دارم فکر میکنم، قضا درست میکنم، با یکی دیگه دارم حرف میزنم، قبلا سنگینی. الان یه چالشی یه سنگینی ایجاد میشه، میگم خداوند، پروردگار، اون جریانه، اون رقص، اون هوشه که من یک نقطه ای ازشم نیستم، خیلی فراتره، میخواد من رو وسعت بده. به چی باید نگاه کنم؟ به چی اون وقت حالا قضاوت داشتم؟ سنگینی جا شده چون قضاوت داریم، سنگینی هست چون قضاوت داریم. یکی از کمک کننده ترین و رهایی بخش ترین
سوال‌هایی که ما میتونیم از خودمون بپرسیم اینه که چجوری به من خدمت میکنه و چجوری دیگه به من خدمت نمیکنه، چجوری به خدمت من اومده و من چجوری میتونم از این استفاده کنم به عنوان یک وسیله خدمت کننده که من رو ببره به اون سمت سبکیه، من که دارم دوری رو تمرین میکنم من نزدیک کنه، نزدیک کنه. خیلی ساده. پس وقتی که برگردیم حالا اول مکالممون تو اون جمعه، وقتی یکی تیکه میندازه اینا، من حتی اون تیکه‌ای که اون فرد انداخته یا اون نیتی که داشته اون رو پیکاپ هم نمی کنم، اون انرژی رو حتی تو فرکانسش، تو انرژیش نیستم که حتی اونو بگم آه منظورش این بوده که مثلا من آیا حرف داره میزنه که تازه مثلا به در و یه دیوار بشنه که من کوچیک شم، من که نمیدونم، من فکر کردم واقعا داره به من کامپلیمنت میده، داره منو حس منو، چون من اون قسمتش رو پیکاپ کردم، اون قسمتی که منو بس میکنه به من بم، اون قسمتی که منو به من خدمت میکنه، اون قسمتی که سباکی در من ایجاد میکنه، اون قسمتی که از نشخوار فکری حتی کمتر میکنه، اون قسمتی که میدونم قسمت وجودی خوب منه، من اون رو پیکاپ میکنم، من اون رو برمیدارم. اینم از هوش من میاد و این هوش تمرین کردنیه، نه که من باش به دنیا اومدم، تمرین کردنیه. چجوری به داروخونه وجودی خودمون بسشیم حامد عزیز؟ اول باید تشخیص بدیم که این درده چیه، درده چیه. ما دلیلی که توی دردی میمونیم یا توی درس تکرار دیدیم، مثلا بعضی اتفاقا خیلی تکرار شونده است توی زندگیمون، هی تکرار میشه، مگه این زندگی بودم، مگه با این توی رابطه، دوباره همین رابطه، دوباره همین سابکارم، سابکارم یا اون رئیسم، دوباره همون مدلی. اگه اینا تکرار شونده ها رو نگاه کنیم، الگوهامون رو نگاه کنیم، یا اون درده رو در واقع نگاه کنیم، همش رفلکت میکنه، برمیگرده به خود من که من به چه چیزی هنر اجازه دادن دارم، با چه چیزهایی راحت تمرین میکنم رقص رو. و اکثر ما دلیل تکرار اون الگوها، اون رابطه ها، اون ارتباط گیری هامون به خاطر اینی که عمق کامل اون درد رو درش نرفتیم، نیمه حسش کردیم، یکم حسش کردیم، یه ذره روش فوکس تمرکز کردیم، یه بار برش مشاوره رفتیم، مشاوره رفتن رو مثلا نصف ول کردیم، جورنال رو نصف ول کردیم، کامل حیاتش نکردیم. و چین انرژی به ما میگه؟ انرژی که کامل حیات نشه، زیست نشه، خونسا نمیشه، خونسا نمیشه، نه خون من رنگین تره، نه خون تو رنگین تره. تا اون درد کامل، زیست کاملش توی وجود تو، توی این جسم نکنه، اونقدر میمونه که کامل کپاسیتی اون کامل رو پر کنه و بگه حالا خونساییم. نه چرا؟ چون موقع قضاوتمون نسبت بهش میفته. الانم یه خاطره براتون تعریف میکنم، قبلنم اینو تو استوریام گفتم، همیشه هم تکرار میکنم که چیزایی که باید ملکه ذهنمون بشه. من یه نقشی رو بهم داده بودن که آدیشن بدم، تست بدم، و نقشی دختر خیلی نقشی که داشت بازی میکرد، الان نمیدونم چه کلمه براش استفاده کنم چون الان اون قضاوت قبلیه رو ندارم. این دختر چاکرای ریشش، چاکرای ریشه، چاکراییه که ما ثبات پیدا میکنیم توی حرفمون، توی کلاممون، توی حقیقت وجودمون، توی قلبمون، با اون اصلمون. و هر کس این ثباتش یه ذره وابلیه، یه ذره شکننده است، چاکرای ریشش معمولا اون ثبات رو نداره که بایسه. این کسایی که ما بهشون افتخار میکنیم که برای حرفشون، کردهایی که برای حرفشون، آدمایی که تو انقلاب زن زندگی آزادی برای آنچه که میدونن حقیقتشونه میدن، جسمو میدن، این جسم چیزی نیست، من این جسمو میدم میره، من میدونم اصلا من به اون اصل چیه، برش باید میسن، اونا چاکرای ریشهشون بسیار توش ثبات دارن. برای همین ما از افرادی که اون ریشه دارن انقدر برامون واقعا شگفت انگیزن.
این نقشه این فرد اصلا چاکرای ریشه نداشت و مثلا با هر کسی میخوابید، این نقشه که من گرفته بودن که تست بدم، با هر کسی میخوابید، از همه پول میگرفت، بعد پولشون رو پس نمیداد، بعد قولی میکرد، اصلا یه شخصیت اینجوری بود. 4 صفحه بود من باید اینو بازی میکردم، حفظش کردم، اومدم جلوی دوربین شروع کردم میرم، اصلا نمیتونم یادم رو بازیش کنم، هی بازیش میکردم، میدونین حیاتش نمیکردم. با من یاد گرفتم هنرمندهای واقعی، آرتیستای واقعی چه چیزی رو تمرین میکنن، زیست کردن اون قسمت از انرژی، اون قسمت از وجودی همه انسانهایی که حاضر نیستن و قسمت رو زندگی کنن. این کار بازیگره، یک قسمت، یک پرسونا، یک نقاب از وجودیشو به تو نشون بده که مال تو هم هست ولی تو حاضر نیستی زندگیش کنی، تو میترسی از زندگی کردن، تو حال شرایطش جور نشد، حالا هرچی. و من بازیش میکردم، حیاتش نمیکردم، زیستش نبودمش. being to be one to be that person، اون آدم باشی نه که بازیش کنی. اینو بازیش میکردم، یه ایده ای ازش تو سرم بود و اون ایده ها رو بازی میکردم. باورتون نمیشه 5 ساعت 6 ساعت دیگه داشتم دیوونه میشدم. اون دوستم هم که داشت بهم کمک میکرد که این آدیشن رو بدم، میگفت بس دیگه، گفتم نه این یه چیزیش هست، من نمیفهمم این چیه، من نمیفهمم، که من هم میفهممش هم نمیفهممش، چیز خیلی آدیشن خیلی به درد نخوری که میتونم بهتون بگم تحویل دادم، که الان بهش میگم میگم چه روی داشتم که مثلا آدیشن رو تحویل دادم، میگفتم سرمو خوردم مریضم بهتر بود. هیچ شبش که من مثلا همیشه جورنال میکنم و هوش و زندگی رو با جورنال کردن به یه فرمی تمرین میکنم، من مثلا به جورنال کردم و در مورد این نقشه نوشتم، این نقشه این بود، نقشه اینجوری بود، نقشه این شکلی بود، اینو اینجوری بود، نوشتم تموم شد رفت و ماها گذشت، بگی مثلا 2-3 ماه 3-4 ماه گذشت و عزیزترین کس زندگی مریض شد، شدید مریض شد، در حدی که به پای مرگ برسه. و اون من نمیتونستم بیام ایران، کرونا بود، یه جوری از تو تلفن باید خدافزی میکردم دیگه. اون دوران هم که یادتونه هر کسی توی یه حسی رفته، یه دوره کووید اینا، و من تو اتاقم 2 روز روی زمین اینجوری خوابیده بودم و گریه میکردم، وحشتناک، اصلا هیچی دیگه ازم نمونده بود. تو همون احساس بسیار هلپلسی میکردم، درمانده، خیلی احساس درماندگی میکردم و به این نقطه رسید که اصلا دیگه همه حسا رو گری کرده بودم و نام و سر بودم. اومدم جورنالامو برداشتم که بنویسم از حسای مزخرفی که دارم، نوشتم از درماندگی، اقدر نوشتم، اینقدر از درماندگی بچه ها نوشتم، حسش اینه، اینجوریه تو وجودت، احساس گسستگی میکنی، احساس انگار وجودت رو کندن، انگار این درماندگی اینه، درماندگی اونه، اینقدر نوشتم از درماندگی. و تموم که شد چون به هر دلیلی که شما اسمش دلیلش رو میدونید، صفحه جورنال من به اون صفحه باز شد که چند ماه پیش در مورد این زن نوشته بودم، هنوزم بهش فکر میکنم و خیلی احساساتی میکنم و فهمیدم چقدر اون فرد از درماندگیش این کارو میکرده، از درماندگیش تو اینا بوده. و چون در رو زندگی کردم با تمام وجودم، در موردش نوشتم، حیاتش کردم، زیستش کردم، کامل زنده شد و اون درده تا آخرش تا کپاسیتیش بود که گفتم رفت، یهو قضاوتم نسبت بهش افتاد
قضاوتم افتاد، فهمیدم برای همین نقشه این زنه این کار رو میکرد، برای همین اینجا بوده، بگراندش این بوده، الان میفهمم درماندگی چیه. من توی درد درماندگی نمیتونستم برم قبلا. بله نمیتونستم برم. و چون تا یک دردی و کامل حیاتش نکنی نمیره. هر الگویی که توی زندگیمون، هر پترنی که توی زندگیمون تکرار میشه به خاطر حیات کاملیه که نکرده، زیست میکنه، میگه روبرو شو با من، انقدر میمونم که شهامت پیدا کنی با من روبروشی بگی چیه و من کامل حیات کنم. و اون موقع است که داروخونهی که هستیم درش عمق بیشتری باز میشه. و من اون موقع که این عمق از درماندگی رو حس کردم و اون صفحه باز شد برام، اون صفحه اون در مورد اون نقشه، و بعد از اینکه این صفحاتو نوشتم کلی از عشق نوشتم، چون دواش اون عشق بود که حس نمی کردم، اون دوری بود که حس نمی کردم، دوایی که توی وجودم بود اون عشق بود که هستم، و از اون نوشتم و دیگه بیشتر زار زدم با اون عشقه که من چرا نمیبینمش، چرا توی مقاومت میرم. اگه یه انرژی میخواد بدن رو ترک کنه بپذیر، اگه یه انرژی میخواد اینجوری حیات کنه بپذیر، اگه یه انرژی میخواد با تو کنار نیاد بپذیر و بذار حیاتشو بکنه. Yes. اینم از لایو امروز که گریه خودمو در آوردم. بچه ها گرده همایی ما این یک شنبه است. این گرده همایی اگر تا حالا نیومدین یه بریفلی بهتون بگم، ما دو بار در ماه توی زوم دور هم جمع میشیم از همه جای دنیا، با هم مانترا میخونیم، مدیتیشن میکنیم، همون نزدیکی به منبر رو که اون وقت یه نیم ساعت دارم در موردش صحبت میکنم تمرین میکنیم، و کلی لایف کوچینگ داریم، کیو ان ای داریم، آدما سوال میپرسن، به چالش های بقیه گوش میدیم، به چالش های خودمون برمیگردیم. و این ماه خیلی گرده همایی ما ویژه است. تو یک شنبه به جای یک ساعت و یک ساعت و نیم حدودا سه ساعت قرار باشه، یه بریکی وسطش البته هست. چند تا تمرین جدید داریم برای دریافت بیشتر، اصلا انرژی دریافت چیه، چجوری آدم خودشو توی دریافت میذاره. سه ساعت قرار این گرده همایی باشه، به زودی لینکشو میذارم توی استوریام، ثبت نام کنین. لیمیت داریم چون زوم از یه جای به بعد نمیپذیره یه تعدادی به بعد، و میتونید بچه های ایران باید از ماینر ثبت نام کنن و بچه های خارج از کشور دسترسیشون از جوی کالچره. لینک هر دوشو میذارم توی استوری ها. بیاین گرده همایی رو بیاین، دوبار در ماه هستیم. این ماه یک شنبه است 25 که میشه اسفند 6 اسفند، ساعت 8:30 شب به وقت ایرانه. برای کسایی که در دریافت هستن، کسایی که این چیزو دوست داشتن، این لایو دوست داشتن، خیلی بسط و گسترش بیشتر میدیم در مورد دریافت. خیلی ویژه است، از دست ندید، واقعا بهتون میگم از دست ندید، انرژیتون واقعا لفت میشه. امیدوارم که از این لایو لذت برده باشین و واقعا ممنونتون میشم که دستی برای آگاهی باشین. خرد رو دست جمعی باید بالا ببریم، خردی آگاهی که وجود داره باید گروهی دست جمعی بالا بره، دست باشیم واسه بقیه، بفرستین لایو ها رو برای بقیه. توی تلگرام هم، توی یوتیوب هم میتونین پیداش کنین. شب و روزتون خوش، کامنت برام بذارین، اگه موضوعی هست دوست دارین در موردش صحبت کنم برام بنویسین. میبوسم روی ماه تک تکتون. قیمتش گرده، قیمت گرده همایمون بازه، مبلغش بازه، دست خودتونه، هر چی که به نظرتون ارزش این گرده همایی داره اونو پرداخت میکنید و میایین.
لینکاشم توی استوری میذارم.